با سلام خدمت دوستان عزیز، داشتم فکر میکردم که بعد از مدت و خیلی شب زیبایی امشب، من فکر نمیکنم اصلا کسی خسته شده باشه یا فکر این باشه که بخواد زودتر بره. تمام امشب و تمام صحبتهایی که شد و همه دوستانی که بودند و گفتند در مورد سمبولیست از خود بهمن بوستان، یعنی به همین وسعت که اشاره شد که بهمن بوستان چه گنجینه‌ای بود. واقعیتش اینه که این صحبتی که همیشه میگن که همیشه زنده است هر کسی که از دنیا میره، واقعا بعضی ها همینطورن. یعنی این که همونجور که دوست عزیز هوشنگ اردلان اشاره کرد که روح بوستان اینجاست، حالا من از شاید زاویه دیگه‌ای خیلی به روح اینا متعهد نمیشم، ولی اینقدر بعضیا بزرگند و اینقدر خالصن که همیشه وجودشون هست، یعنی مرگ معنی پیدا نمیکنه با نبودنشون. چیزی که خیلی جالبه اینه که من خودم روحم یکی از شاگردان بهمن بوستان میدارم و معمولا توی زندگی نامه‌های همسال من که نوشته میشه استادان موسیقی نام برده میشن، ولی واقعا کسانی هستن که نقش بسزایی دارن و خیلی ازشون میآموزیم، ولی خب از نظر تخصصی هیچ وقت نام برده نمیشه. بوستان در واقع یکی از مشوقین من بود و وقتی که 24-5 سالم بود یه روزی در حیات رادیو که داشتم گذر میکردم ایشون رو دیدم. همین برنامه رادیویی که بوی خوش آشنایی که نشون دادند برنامه خیلی خیلی جذابی بود، خیلی زیاد، و به من صدا کرد. از همون اولی که هنوز خیلی هم با هم آشنا نشده بودیم منو حسین صدا کرد که من این اسمو خیلی دوست دارم، اسم خودم. بعد برگشتم و دیدم که یه آقای قد بلندی خوش تیپ خوش صدا داره منو صدا میکنه. منم به طرفش رفتم و بعد گفت که من این قطعتو شنیدم، قطعه تازه ضبط شده بود و میشه خاموش کرد وقتی که اینجا هستیم. بله نفس آدم میگیره، هرچی مجالس جدیتر و مهمتر میشه صدای موبایل ها بیشتر میشه. بله بعد به من گفت که من این قطعه جدید رو شنیدم، از گلچین هفته پخش شده و خیلی خوبه و دوست دارم اینو برای آرم برام استفاده کنم. برای من خیلی در واقع افتخار بزرگی بود، چون که کسی اینو میگفت که اولا که مستقیم برای برامش استفاده کرده بود و میدونستم، شنیده بودم که کسی به اسم بهمن بوستان هست و خیلی خوب موسیقی رو میشناسه. و اتفاقا میخواستم به این اشاره کنم که وقتی از رادیو و موسیقی رادیو صحبت میشه خیلی کمتر از بهمن بوستان صحبت شده، ولی بهمن بوستان یکی از تعیین کننده های برنامه های موسیقی در رادیو و تلویزیون بود و بسیاری از برنامه های موسیقی که به صورت تصویری برنامه مخصوص موسیقی از تلویزیون پخش میشد تهیه کنندش و برنامه ریزش ایشون بود و برنامه هم ادبی و هم موسیقیش. و وقتی که نگاه میکنیم به دوران گذشته، من یکی که به زندگی خودم نگاه میکنم میبینم که اون تشویقی که نه فقط اون روز تو حیات رادیو بلکه همیشه ادامه داشت و تا روزی که تا روزایی که بالاخره متاسفانه نمیشد ایشون رو ملاقات کرد و من از علی پیگیر بودم، همیشه فکر می‌کردم که اون کسی معلم آدمه که آدم رو بفهمه و آدمو تشویق کنه، چون خیلی معلم‌ها هستن که ممکنه جلو شاگردشون بگیرن، ولی وقتی که از
استادای خودم میخوام نام ببرم، واقعا بهمن بوستان برای من یک جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. مدت‌ها که من یه مدتی در ایران نبودم و برگشتم، یه روزی با علی پیش من آمدن و این علی انقدری نبود، کوچکتر بود. علی رو هل داد طرف من، گفت سپردنش به تو. و من خوشحالم که علی امروز در کنار ما هست، برای اینکه حضور بسیار تعیین کننده داره و بویی از پدرش داره، از تمام خصوصیاتش. و چون علی رو ما زیاد میبینیم، این دلیل نمیشه که از رضا صحبت نکنیم. رضا بسیار عزیز و بسیار کارهای شایسته میکنه، منتها خیلی بیسر صداتر و کمتر دیده میشه از علی. من چیزی که بهش افتخار میکنم و شاید جملات آخر صحبتم باشه اینه که وقتی که همه ما میگیم ایران، بلافاصله یک انعکاسی در وجود ما داره. ماهایی که خیلی هم تظاهر نمی کنیم، رگای گردنمون سیخ نمیشه، از رادیو و تلویزیون شعار نمیدیم، زیباترین خصوصیات هم که امشب داره اینه که شعار زده نیست و یه حس خیلی خوبی در اینجا هم جاریه. ولی وقتی میگیم کلمه ایران، هر جای دنیا باشیم، همین الان هم که من این کلمه رو میگم، این اسم رو میگم، باز یه حسی در ما به وجود میاد، برای اینکه تمام هویت ما رو تعیین میکنه، برای تمام زندگیمون، تاریخمون. اصلا بدون اون بی‌معنی وجود ما. بعضی ها هستن که واقعا نامشون همون بارو داره. وقتی که میگیم بهمن بوستان، الان دیدیم که در زمینه‌های مختلف که اشاره شد که چقدر خوب دوستان، چقدر جذاب و شیرین اومدند و گفتند، آدم احساس میکنه که دارن از ایران میگن، از یه شخص صحبت نمیکنن. و بهمن بوستان به این علت به ذهن ما میانشینه و به خاطر و در تا خاطر تاریخی ما مونه که خود ایرانه. بهمن بوستان در واقع یکی از ارزش‌هایی هست که هیچ وقت فراموش نمیشه و به علت اینکه تمام اون خصوصیاتی که داشت سمبولی از خود ایران بود، یک ایرانی واقعی بود. و من وقتی میگم بهمن بوستان یعنی ایران. ممنون. بعد در صحنه باقی میمونم.